سلام، خوبید؟ امیدوارم منم خوبم. الان که شما رو دیدم گویین که خبرهای تلخ، خوب تلخ میکنه آدم رو. اون هفته که این شیمیایی زدن اون زرافه سوری به مردم بی پناه و اطفال، این هفته حمله دژخیمانه نمیدونم حکومت عراق یا که به انسانهای بیگناهی که در کمپ اشرف بودن، حالا به عنوان مجاهد و اسیرایی که دستشون رو بستند و انسانهایی که بیدفاع و بیگناه هدف گلوله قرار گرفته، این خبرها تلخه. ولی امیدواریم که به این امید زندگیم که یک روزی ریشه جنایت و جنایتکاران چه در جمهوری اسلامی، چه از جمهوری اسلامی، چه از عراق، چه در عراق، چه از آمریکا، چه در آمریکا، هر جای دنیا، در سوریه کنده بشه و روزگار خوبی داشته باشیم و صلح، آزادی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی نفس، آزادی انسان همه جا باشه. حالا گفتم آزادی بیان، این رو شروع میکنم که به خانم سیمین بهبهانی بزرگ ما، شاعر عزیزمون، این هفته یا هفته گذشته در مجارستان، انجمن قلم مجارستان بهشون جایزه آزادی بیان داد. خوبه، خوبه که در مملکت ما اگر که با اهل قلم و شاعر و نویسندمون بد رفتاری میکنن، در خارج بهشون جایزه میدن. در ایران اگر که حقوق دانا رو میگیرن میندازن زندان، در خارج از کشور به یه حقوق دانمون خانم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل میدن. اقلا خارجی ها قدرمون رو میدونن. جایزه صلح نوبل هم جایزه با ارزش نیست، همچه خیلی چیز بیمعنیه به نظرم. یعنی آقای خاتمی گفتن، من از ایشون یاد گرفتم، وقتی که روز که خبر نوبل گرفتن خانم شیرین عبادی به شون رسید، ایشون رسما اعلام کردن نه، این جایزه رو خیلی ها گرفتن، اسحاق رابین هم گرفته، یه جوری مثلا مردشون این جایزه رو ببره و چیز مهمی نیست. و همینجوری خیلی با تحقیر آقای خاتمی برگزار کرد خبر جایزه نوبل گرفتن خانم شیرین عبادی رو. اما خانم عبادی متقابلا وقتی که جایزه رو میگرفت عملا گفتش که البته این جایزه حق آقای خاتمیه. به هر حال گاهی میتونه آدم از خجالت آب بشه، ولی بعضی هستن که معمولا اینجا موقع سفتر میشن، محکمتر میشن و فکر میکنم که بله آقای خاتمی آب نشد. البته بقیهشو نمیدونم. من یادمه که خانم سیمین بهبهانی در پاریس هم چند سال پیش جایزه سیمون دو بوار گرفتن. جایزه سیمون دو بوار یه جایزه است که به اسم خانم سیمون دو بوار، اون مبارز حقوق زن در فرانسه و زن بزرگ فرانسوی بود، که اتفاقا یادمه که خانم کریستین آلبانل وزیر فرهنگ فرانسه وقتی که این جایزه رو میداد به خانم بهبهانی گفتش که ما همگی بسیار خوشحالیم که شما رو در اینجا میبینیم، چون تا لحظات آخر نمیشناسیم چندان به این حضور مطمئن باشیم. نمیدونستن که سیم خانم پاسپورتشو میگیره یا نمیدن بشه کشور خارج بشه یا نه. الانم که میرم ایشون هفته پیش مجارستان بودن، میفهمم که پاسپورتشونو بردن بهشون دادن، نمیرفت بگیره، گفت من دیگه این پاسپورتم نه، گرفتن بیارن خودشون پس بدن. حالا چرا پس نمیدادن پاسپورت خانم سیم بهبهانی رو؟ برای اینکه دفعه قبل میترسن ایشون بره خارج. و من فهمیدم چی شده بوده، یعنی عبدالمالک ریگی بود رهبر گروه جند الله در بلوچستان که قیام کرده بودی جوانان که بود علیه جمهوری اسلامی و گرفتندش و هواپیماشو نمیدونم هایجک کردن چیکار کردن و بند خدا رو بردن به جمهوری اسلامی و تخلیه اطلاعاتی کردن، تیر بارون کردن. البته این آدم ها تخلیه اطلاعاتی هم نمیشن. همین بعد از اون بود که نذاشتن خانم سیمین بهبهانی بیاد خارج. من حدس میزنم اینا میترسیدن که سیمین خانم بیاد
از این بره بلوچستان این ور و رهبر گروه جندالله بشه و با جمهوری اسلامی بجنگه، بگن از سیمی خانم که پاسپورت سیمی خانم که نمیگیرن به خودی. اینا دستگاه اطلاعاتشون بهشون گفته ببین این داره میره جانشین عبدالملک ریگی بشه، مواظب باشین نذاریم بره خارج. و اینا الان فکر میکنم که اینها یه قرار گذاشتن با خانم سیمی بهبهانی که میره بی خارج از کشور، رهبری گروه جندالله رو به عهده نمیگیری و بعد هم به شکلی قصد حمله از خارج کشور به ایران نداری، سوار تانک نمیشی. چیزایی تصمیمایی گرفتن که سیمی خانم تونستن خوشبختانه بیان برن به مجارستان، اون موقعی که من خیلی احساساتی شده بودم که به خانم سیمین بهبهانی چرا جایزه نوبل نمیدن، عصبانی شده بودم. البته اون دفعه که قرار شده بود که ایشون جایزه سیمین دوبوار رو بگیره، من هم برای ایشون یه شعری گفتم که به ایشون لقب چی دادم، لقب سیمین سه بوار دادم، یعنی اگه اون سیمین دو بوار بود یه بوار به سیمین خودمون، اوشون سیمون دو بوار بود، من یه بوار به سیمین خودمون اضافه کردم، گفتم تو بانوی آزاده آن شهر و دیاری، سیمین سه بواری، تو کار و کس آن وطن بی کس و کاری، سیمین سه بواری. حالا یه شبی که من منتظر بودم که به خانم سیمین بهبهانی نوبل بدن و اینا ندادن، احساساتی شدم و فکر کردم که من جای اونو بودم، هر چند تا نوبل داشتم تا به دست، هر چیزی دوست داشتنی که داشتم میدادم به سیمین خانم. اینجوری گفتم: گر مرا 70 رنگ اسکار بود، یا نوبل 100 جور در انبار بود، گر کشوهایم همیشه بود پر از پولیتزر، نایت هود، لژیون دونور، داشتم گر در اتاق کار خود دکترای افتخاری 6 کماد، برده بودم 66 تا گر مدال از برای گل زدن در فوتبال، 66 تا کاه به لیگ پینگ پونگ داشتم در تاخچه گلدان و تونگ، یا اگر نخل طلایی داشتم افتخار سینمایی داشتم، یا که بازوبند هرچه پهلوان داشتم در گنجه و در جامدان، داشتم گر 100 عدد یا بیشتر توی جیبم پاسپورت معتبر، چون پاسپورتشون هم گرفته بودن، یا مگر اسباب بازی از قدیم، استکان و قوری شابدالعظیم، نه همه اون چیزه که بچه که دوست داشتم و اینجا به یادم اومد تو این سروده آوردم. اون موقع اروپای ما شابدالعظیم بود، شهر ری، و میرفتیم اونجا بازار شهر ری، قوری های گلی کوچولی انقدی با فنجونه انقدی میگرفتیم، ساعت هایی که یه صفحه چاپی ساعت با عقربه همه چاپ کرده بودن، روی تکه علبی چسبونده بودن، میگرفتیم میچسبوندیم دستمون، همین اون چیزایی که در بچگی دوست داشتم به یادم اومد. یا مگر اسباب بازی از قدیم، استکان و قوری شابدالعظیم، یویو و توپ تخم مرغی، بادکنک، تیله و وقوق صاحب و قارقارک، آب نبات رنگ رنگ دستدار آب نبات دستدار اینجا بهش میگن لولی پاپ، در ایران شده حالا آب نبات چوبی، اون موقع یه جورش بیشتر نبود، فقط قالبش که از خارج آورد بودن، یه خروس بود اسمش بود خروس قندی، یه خروس عکسشو اینجوری بود، آره یه چوبم داشت و اینو بچه ها می خریدن و در خیابون می کنن، یا ریس می دن بچه ها تو کوچه هم به من می گفتن خروس قندی، اونا که همکلاسیم بودن می رسن اسمم خورسندی می گفتن خروس قندی، بقیه بچه های محل هم بدونن که چرا اینا به من می گن خروس قندی، اونا به من می گفتن خروس قندی. خروس قندی لولی پاپ بود، آب نبات چوبی اون دوره بود. الان هم تو انگلیس من رفتم تو سایت هاشون دیدم روستر چی کندی روستر، یعنی خروس قندی، یک چیز خیلی معروفی هستش، حتی مثل که تو فرهنگشون. آره محال اینجا گودم آب نبات دستدار، آب نبات رنگ دستدار، اسب کاچویی، نه آره آب رنگ آه آه
آره این عکس همون خروس خندی دوباره که گفتم، آب نبات رنگ رنگ دستدار، اسب کاچویی قرمز بی سوار، یک خروس کوچک 70 رنگ از گچ هم ما ایستاده روی سنگ، سوسک مصنوعی لرزان دست و پا. این چیزای درست میکردن، این چیزای کاغذهای فنری بود، میلرزید، حال میکردیم ما. اون موقع ما هنوز از این چیز آیپد ها و این پلیستشن ها و اینا نداشتیم. این سوسک پلیستشن ما بود، یویو که اصلا یه چیز دیگه بود، اصلا پلی استیشن سبودی بود. سوسک مصنوعی لرزان دست پا، جیرجیرک های معلق بی صدا، جیرجیرک های معلق بی صدا همجوری آویزون بودن، یک پرنده از مقوای زخیم با نخ و کش در سرات مستقیم، یه پرنده بود نخ و کش داشت، میکشیدیم قرقرش پیچیده میشه دور این کشه، رها که میکردیم کشه میخواست آزاد بشه، این چرخ اون چرخ رو مثلا این 50 سانت میرفت جلو و ما خیال میکردیم که چه میدونم هلیکوپتر برامو خریدن یا همینجوری. آره آره، یک پرنده از مقوای زخیم با نخ و کش در سرات مستقیم، عکس برگردان حیوان و نبات، بهترین جایش کتاب شرعیات. اینا رو میگرفتیم گوشه کتابمون، سعی میکردیم آب بزنیم، آب دم بزنیم که یه جوری عکس به این شکلی. این روزا نبود، خیلی سختم بود که بزنیم، ولی دوست داشتیم کنار کتاب تعلیم و دینی و شرعیات بزنیم که اقلا یه رنگی یه شکلی همش اون حرفایی که چیکار کنی چیکار کنی که بود، این اقلا یه گلی بنفشه‌ای رو عکس برگردون کنیم کنار کتابمون. عکس برگردان حیوان و نبات، بهترین جای کتاب شریعت. ساعتی که روی کاغذ خورده چاپ، برتر از هرچه مدال و هرچه کاپ، یا گجت های اپل، آیپاد و پود، آیفون و آیتون و آی هرچی که شد. یعنی این چیزای امروزی رو هم که من دوست دارم و داشتم، اگه میدونی هرچی با ارزش قدیمی یا جدید، فندک جیمز باند و شمشیر یزید، گر خلاصه داشتم یک کهکشان، هدیه های بانشان و بینشان. جمله را میریختم با احترام پیش پای این زن والا مقام، نازنین سیمین ایران و جهان، صادره از بخش 5 بهبهان. در برنامه امروز نگاهی به مطبوعات، نگاه میکنیم به مطبوعات، خب معلومه که نگاه میکنیم به مطبوعات، برنامه امروز باشه نگاه میکنیم به مطبوعات. اولی به هر حال این مطبوعاتی که ملازم فرمایید، این نشریه کلید فریب، ارگان دفتر ریاست جمهوری است. این نشریه در صفحه اول خودش چنان که میبینید دو تا عکس هست، یکیش هستش که یه نفر داره دست آقای روحانی رو میبوسه و توی همین نشریه هم باز یه عکس هست که یه نفر داره آقای روحانی رو باد میزنه، وزی آگهی استخدام هم کنارشه. حالا معلوم نیستش که اینها جزء شرایط استخدامه، ولی خب آگهی متن آگهی استخدام هستش که میگه که چی؟ از کسانی که دستی در دزدی جنایت داشتند دعوت می شود برای همکاری در تکمیل کابینه جدید خود را معرفی کنند. از خویشاوندان و بستگان سببی و نسبی تقاضا دارند مدارک خویشاوندی و رونوشت قباله ازدواج خود را ضمیمه نمایند. اون زیرش ریستر نوشته طلاق گرفته ها و باجناخ ها از درجه اعتبار ساقط می باشند. در صفحه اقتصادیش عکسی هست از همون کامیونی که طلا و دلار داره به ترکیه میبره و زیرش نوشتن راحت ادامه دارد ای وحید. وحید احتمالا اسم شخصی که نحوه بردن این کامونا و طلاها رو ترتیب میده توی جمهوری اسلامی. بعد دیگه چی داره؟ ها ستون آشپزی داره، نوشته که مواد لازم بعدن اعلام میشود، روغن یک وجب.
برازرم میخوان یه جوری بپزن که یه وجب روغن روش واسطه باشه و بقیه مطالب این نشریه خوندنی رو میذارم من بر هفته بعد، چون امشه این هفته نشریات زیادی برای ما رسیده استش که اینجا یه خود همشون قرقاتی شدن. این به نشریه دیگری داریم به اسم بگم که این ارگان دفتر ریاست جمهوری قبلی نشریه به با سخنگوی، البته نمیشه سخنگوی لاتای چاله میدان و هومه، در صفحه 3 این نشریه عکس تمام قد لخت هست که زیرش نوشته که چی رحیم لختش قشنگه، از اسفندیار رحیم مشایی هست. یک عکس هست اینجا تو این صفحهش در حال، نمیتونیم دوربین ما این هفته اینا رو نشون بده، در حال بوسیدن دست رهبری است آقای احمد نژاد، و عکس دیگری است در حال بوسیدن گردن گلوی بیوه چاوز و شرحش نوشته فتوشاپ بیداد میکند، فتوشاپ دروغ میگوید. و یک چه مثلا از 2000 تا موشک زمین به هوا و هوا به زمین که بعضیش نوشته اما این عکس فتوشاپی نمی باشد. بعد همونجور که صفحه اول این روزنامه میبینید عکس یه دونه گوجه فرنگی است که سردبیرش با گوجه فرنگی فروشی سرکوششون مصاحبه کرده و پرسیده که چی شده که توی محل گوجه فرنگی انقدر ارزونه. بعد گوجه فرنگی فروشی همون میگه که برای اینکه شما همکار ما هستید و اگر دری به تخته نخورده بود در اون شما هم کنار دست ما اینجا گوجه فرنگی میفروختید. بعد اینجا هم آگهی هست عمله در محل ما نصف قیمت. در صفحه اقتصادی شهری اومده راجع به اینکه رایانه بدهید و کاری به بعدش نداشته باشید. اینجا صفحه آموزشه، در صفحه آموزشش در صفحه آموزش عکسی هست از خانم زهرا رهنورد که زیرش نوشته این خانم از 6 تا دانشگاه لیسانس دارد و دکترا نیز گرفته ولی ما حالا هیچی نمیگیم. این از مجله بگم بود. حالا این هم نشریه دیگری ما اینجا داریم به اسم تابوت شرف که این ارگان بیت رهبری و هومس و مثل این که دستن در کنونش آقای خامنه‌ای و اون قاضی مرتضوی و این مقدار شریعت نداره که هنو مصباح یزدی و اینها هستند. و اینجا در شرحش آمده استش که میگوید آنهایی دست در مقالشه، آنهایی که خیال میکنند داشتن وجدان ضروری به نظر میرسد به زودی به سزای اعمال خود میرسند و با آنها به شدت برخورد میشود. نشریه دیگری رو میبینید اینجا، این نشریه خبر مرگتون هستش که ارگان طرفداران سابق جمهوری اسلامی است که در سر مقالش میگه چه بشار اسد برود چه نرود ما در انتظار خبرهای جدیدی از شما هستیم. این رو نشریه خبر مرگتون مینویسه. و اینجا یک نشریه دیگری هستش که اینجا بود، الان این سرلوحش رو میبینید. بعد دیگه حالا نشریه دیگه میمونه بر هفته بعد. بزن این نشریه هم نشریه اسم خودتی، این نشریه نوشته که 75 میلیون نفر عضو هیئت تحریریه‌شن. در سرمقالش اومده سرمقاله خودتی میگه ما فرمانشد رهبر معظم برای جمهور محبوب را در بس قبول داریم و هیچ اعتراضی بهش بخشی از آن نداریم. صفحه شعرش شعری گفته چند خطشو میخونم: بی خودی رفتم و زدم فریاد خط میدان فوزی شهیاد، خلق حاضر به صحنه ها بودم بهترین پا برهنه ها بودم، وعده کفش داد رهبر من برد اما کلاه از سر من. در صفحه اقتصادی این نشریه خودتی اومده که فرمایشات رهبر جمهوری اسلامی در مورد آن آقایی که چند میلیون
دلار برداشت و به کانادا فرار کرد، همچنین فرمایش داده رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور بعدی در این مورد رو ما کاملا قبول داریم و بار دیگه نشون میدهد که افراد زحمتکش در این کشور میتوانند حاصل دستمزد خود را به هر شکلی میخواهند به راحتی از کشور خارج کنند. در صفحه سرگرمی هم آمده حالا که ایشان به کانادا رفته پیدا کنید بقال را. این نشریات این هفته بود که چند تاش بود، بقیهش رو میذارم برای هفته بعد. میبخشید از نظر گرافیکی ما هنوز نتونستیم که اینا رو بتونیم همه رو ستون ستون به شما نشون بدیم تا هفته آینده با همه غم هایی که دارید و داریم هفته نسبتا خوشی براتون آرزو میکنم.